شهر غریب من با چهره نشسته بر آن خون می گسترد به پای وطن صبح عشق را، خصم آسمان شب را با کینه‌هاش آلود. اینک ستارگان هم غرقند در شب و دود. وقتی ایرانیان بر سر نهاده سنبل فروردین در کوچه باغ‌های نشابور نوروز را خوش آمد می گفتند، گویی خیال و خواب نبوده است. این سرزمین جاویدان حتی در چنگ غازیان تموچین هم نوروز را زیاد نبرده است. آنجا دوشیزگان شرق خراسان پیراهن عزا را بر می کنند از تن، اهوازیان با قصب سرخ پیرهن خیش می کنند. وقتی که باز می آیند پیروز و سربلند مردان جبهه ها از غرب رود کارون، در دستهایشان گلهای سرخ پرپر را در باد می نشانند. آن سو کنار صبح تاریخ در برابرشان خم می کند سرش را. این سو باری دیگر چشمان خصم می بیند ایران و آذرش را. علیرضا نوری‌زاده، چهارشنبه 20 آذر ماه 11 دسامبر به شما سلام می کنم. خبر نگران کننده دو جوان عرب ایرانی رو هم باز برای اعدام آماده می کنن. یه وقتی در میان عرب های ایرانی در خوزستان رسمه وقتی ازدواج می کنن از یه هفته قبل مراسمی دارن، حنابندان دارن، برنامه ریزی می کنن، جوونا با هم شادی می کنن تا موقع وصلت دو تن فرا برسن. و شگفتا جمهوری اسلامی جوونا رو میبره آماده شون بکنه برای کشتن، برای قتلشون، برای اعدامشون. دیروز خبری دیدم یک کمی منو امیدوار کرد که شرافت از بین نرفته هنوز. 18 تن نماینده استان خوزستان در واکنش به آنچه کاهش شدید اعتبارات این استان در بودجه 92 خواندند به طور دست جمعی استعفا دادند. قصه ای نیست در اعتراض به کشتار هاست. ناصر صالحی نسب نماینده دشت آزادگان روز سه‌شنبه در نطق پیش از دستور خود گفت که در لایحه بودجه 93 توجه کافی به مشکلات استان خوزستان نشده است و اعلام کرد نمایندگان استان خوزستان به طور دست جمعی استعفا دادن، معترضند. ایشون گفت تقاضای استعفای خود را در قالب نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس دادیم. شاید نمادین باشه، شاید دو روز دیگه برگردن، اما گفت خوزستان روی اقیانوس‌های نفت زندگی می‌کند، اما مادران خوزستانی مجبورند کودکان خود را به بالین خاک بنشانند. آقای خامنه‌ای گوش بده، این حرف‌ها برای شما باید خیلی خطرناک باشه. اگر ذره ای عشق به ایران در وجود شما هیئت حاکمه بود، نگاه می‌کردید آیا جوان عرب ایرانی رو باید برد کشت چون پدرش شهید شد یا پدرش معلول شد یا پدرش شکست توی جنگ، بچه‌ها شهید شدن برای دفاع از اون آب و خاک، برای اینکه شما بعد نفتش رو بیان بفروشید و برید تو خارج ویلا بخرید و تو تهران ویلاهای یا شهرهای دیگه ویلاهای میلیاردی درست بکنید و اون بچه خوزستانی روی خاک بزرگ شه. صالحی نسب میگه هر روز در خوزستان میادین نفت و گاز جدیدی کشف میشود، اما رنگ از رخ مردم استان پریده. بیکاری، کمبود آب شرب و کشاورزی، مشکل ریزگردها و عدم پرداخت 1% حق آلودگی در تار و پود این استان خوابیده است. سید شریف حسینی عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان
در گفتگو با خبرگزاری ایسنا خبر رو تایید کرده و گفته با توجه به اینکه نامه استعفا به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده، اصرار دوستان بر اعلام وصول هرچه سریعتر استعفا است. اما آقای باهنر که ریاست جلسه را عهده‌دار بود قائل به این هستند که می شود موضوع را مدیریت کرد. آقای دیگه همونجور که کشتن بچه های خوزستان را مدیریت میکنه. آقای روحانی که قبلا وعده ها داده بودن و آقای یونسی میان راجب اقوام و اقلیت ها صحبت میکنه. عبدالرضا مصری سخنگوی هیئت رئیسه مجلس به ایسنا گفته تا کنون از هیچ نماینده نامه به هیئت رئیسه نرسیده. و خبرگزاری فارس گزارش داده که محمد قسیم عثمانی نماینده بوکان در مجلس سه‌شنبه تهدید به استعفا کرد. وی گفته اگر بودجه سد سیمینه بوکان در لایحه 93 دیده نشود من هم از نمایندگی استعفا می‌کنم. یه مقدار شرافت میخواد، یه مقدار حمیت و غیرت ملی میخواد. چی میشه نمایندگان بلوچستان، نمایندگان خوزستان، نمایندگان کردستان، نمایندگان آذربایجان، نمایندگان گلستان استعفا بدن؟ هیچ اتفاقی نمیفته. اون اتفاقی که میفته اینا چیزی رو از دست نمیدن زیاد. شرافت پیدا میکنن، حیثیت پیدا میکنن. تاریخ همیشه نطق احمد بنی احمد رو یادش خواهد بود. نطق علی اصغر مظهری رو در مجلس به یاد خواهد داشت. نطق آقای محسن پزشکپور رو به یاد خواهد داشت در مجلس شورای ملی قبل از انقلاب، در اون روزهایی که خب خیلی ها سر به قبله نفل شاتو، رو به قبله نفل شاتو نماز میخونده. یادم هست محسن پزشکپور روزی که پادشاه کشور رو ترک کرد بلند شد نطقی کرد که من همون روز که گوش میکردم تو روزنامه بودم لرزیدم. گفت در کجای جهان شبانی گله را به کام گرگ رها میکنه. و پزشکپور که خودش مستحق میدونست خودش رو برای نخست وزیری، در ملاقاتی که با شاه داشت گفته بود شما هرگز نباید ایران رو ترک کنید، چنان که دکتر صدیقی گفته بود بمانید تا ارتش از هم نپاشد. و حالا آقای رحیم شریفی در خاطراتش اشاره میکنه که رفتم نزد دکتر بختیار فریاد میزد دیدی اینا خیانت کردن، و اشارش به اعلام بیطرفی ارتش. به هر روی نمایندگان عنوان نمایندگان ملت رو دارن. این داروشورا داروشورای ملی است و نه اسلامی. نمایندگان در اونجا ظاهرا اینا برای اقلیت هم نماینده گشتالی، یه دونه زرتشتی، یه دونه یهودی، دو تا مسیحی. این نمایندگان پس نمایندگان ادیان دیگری هم هستن، نمایندگان ایران هن، ملت ایران. یه وقت ارباب کیخسرو در مجلس چه می کرد؟ چه می کرد؟ در هر حرکت ملی او حضور داشت، چون مجلس شورای ملی بود. کنار آقای مدرس میشست و با هم لایحه تنظیم میکردن. مدرس نمیگفت این گبره، این زرتشتیه، نه. و در تاریخ مشروطه ما، در انقلاب مشروطه، اقلیت های ما نقش بسیار مهمی بازی کردن. مسیحیان، شما یفرم خان رئیس شهربانی انقلاب مشروطه است، جایگاهشو میدید کجاست. اما ما ظاهرا همیت پدرانمون رو نداشتیم، پدر بزرگامونو که آمدن و به اون زیبایی نظام مشروطه رو در کشور برقرار کردن. ما آمدیم سرزمینمون رو دو دستی به مردی دادیم که از همون اول توی دهان میزد و میکشت و میبست. نگاه کنید، گوش بدید به حرفاش، برای یادآوری بد نیست. داریم به اون روزها نزدیک میشیم، داریم به اون روزها نزدیک میشیم و من برنامه ویژه‌ای تدارک دارم میبینم برای روزهای انقلاب. ولی الان فقط فکر کنید ما کشورمون رو توی سینی طلا دو دستی به کی دادیم؟ گوش بدید، همون روزهای اوائل انقلاب. که در دنیا واقع میشه، انقلاباتی که واقع میشد، پشت سر انقلاب یه چند هزار از این پاسبها را در مراکز عام میان دار میزنند و آتش میزنند، تمام میشه قضیه.
نمیذارن که یک روزنامه که به سایل اون روزنامه که خودشون بخواد. الان انقلاب اکتبر که اینقدر وقت ازش گذشته، باز روزنامه هم مردم ندارن، باز حزبی در کار نیست، حزب بیشتر نیست. اینا دارن برای اونا سینه میزنن. اگر در اینجا از یه حزب فاسد جلو بگیرن، میگن ای شد یک حزبی و شد رستاخیز. ما میخوام رستاخیز بشه. ما یک حزب را یا چند حزب را که صحیح عمل میکنن میگذاریم عمل بکنن و باقی همه را ممنوع اعلام میکنیم. و همه نوشتجاتی که اینها کردن و بر خلاف مسیر اسلام و مسیر مسلمین است، ما همه اینها را از بین خواهیم. ما بعد از اینکه فهمون به اینا که شما ها دیکتاتور هستید، ما آزادی خواه بودیم و شما نگذاشتید، ما آزادی دادیم و شما نگذاشتید این آزادی باقی بماند، حالا که این طور شد ما انقلابی با شما رفتار میکنیم. هر چی میخوان روزنامه های خارج بنویسن، هر چی میخوان توابع صهیونیسم و امثال اینها، هر چی دلشون میخواد فریاد بزنن. اینا هم اگر شما هر چی دلشون میخواد تو خانه هاشون برن فریاد بزنن، لکن بیرون دیگه نمیتونن. اینها باید منزوی بشن. اینها بعد از این هم ما گرفتاری داریم. فردا از یه رئیس جمهور است، همین بساط و همین خونریز و اینها در قضیه مسجد مجلس شورا بدتر از این خواهد شد، یا خیلی بدتر از این خواهد شد. ما باید جلو مفاسد را بگیریم. ما موظفیم از طرف اسلام که مصالح مسلمین را حفظ کنیم. همه موظفیم، همه ما موظفیم که مصالح اسلام را حفظ کنیم. به مردمش میگه، رهبر انقلابی که میاد به مردمش میگه من به شما آزادی میدم، آزادی ها ضمانت شده است، زن و مرد مساویان، همه احزاب آزادن، همه رو فریب میده. و به محض اینکه بر کرسی قدرت مینشیند، شروع میکنه کسانی رو که او رو به قدرت رسوندن یکی بعد از دیگری قلع و قمع میکنه. همین موقع بود که سراغ ما هم اومدن، مجله منو بستن، مجله بهرود رو بستن و خیلی از روزنامه و مجلات دیگر رو، و اون فضای سیاه سکوت رو با روزنامه جمهوری اسلامی و یه مدتی آقای بنی‌صدر به انقلاب اسلامی داشت، بعد اونم رفت، روزنامه نهضت آزادی هم، نهضت هم یه چند مدت کوتاهی در اومد، اطلاعات کیهان هم که عین هم سیاه و با اون نطق امام و حرفای ستای قاز مسئولین، و کشور رفت توی فضای مرگ، واقعا فضای مرگ بود. اون یکی دو سال اول رو یادم بودم دیگه، تا آقای بنی صدر اومد و اینا بودیم، میدیدیم چه خبره. ایشون صحبت از انقلاب اکتبر میکنه و فراموش میکنه ما داریم در سال 1979 صحبت میکنیم، نه 60 سال پیش. بله انقلاب فرانسه 200 سال پیش، نه، داریم در سال 1979 صحبت میکنیم که این آقا به عنوان حامی حقوق بشر و خورشیدی که این دفعه از مغرب طلوع میکنه به ملت ایران خورانده شده، تحویل داده شده. میبندم توی دهانها میزنم، بشکنید این قلمها رو، یک بار نیمد بگیم ملت عزیز، من اومدم یه قنچه لبخند روی لبای شما بگذارم، من اومدم شادی رو بین شما قسمت کنم. نفت رو نمیخوایم، این دروغای نفت رو میاد، نه، ملت من اومدم شما رو شاد کنم، بهتون بگم از این پس در این کشور دزدی نخواهد بود، آخون تبدیل به مافیا نخواهد شد، قدرت در دست ری شهری ها و فلاحیان ها و مصلحی ها نخواهد افتاد. من اومدم بهتون بگم این کشور سعادتمند خواهد شد، چون من روح الله خمینی طالب قدرت نیستم. من توی نجف مگس رو نکشتم، وای به حال انسان. مثال میزنه، در انقلابای دیگر 4-5 هزار نفر هم اول کشتن، مگه شما نکشید؟ 3 هزار تا افسر و یعنی 3 هزار تا نظامی و غیر نظامی از جمله پاسبانی که آقا رو برده بود از قم به تهران اعدام شد. چقدر آدم های نازنین این مملکت ها بین رفتن. صدای آقای خمینی که میاد یادم میاد، این منظر و این مجلس رو به یاد دارم، و چه گفت؟ و عده دست زدم، تلخ و دردناکه.
حزب توده 10%. چندی قبل یه نامه منتشر شده بود که بابک جان امیر خسروی شرافتمند انسان، اگر آدم چپ هست باید مهدی خانبابا تهرانی باشه، چپ انسان آزاد است، بابک امیر خسروی این آدم های آزاده ای، یعنی یک عمر آزاده بود. نامه ای از حزب توده رو در آورد که قرار بوده بابک ببله بده با آقای خمینی، بعد میره اونجا نمیذارن، بلکه از طریق واسطه اینو به دست آقای خمینی میرسونه و در اونجا نگاه حزب توده رو میبینیم که چقدر خوشبینانه فکر میکرده بله دیگه آقا میاد، آقا که اهل حکومت نیست، قدرت رو میده به ما، ما هم هر کاری دلمون بخواد میکنیم. این برداشت و این تصور از آقای خمینی موجود بود. بقیه هم همینطور. جبهه ملی به رهبری مرحوم دکتر سنجابی اون اعلامیه رو داد که خورشید از مغرب میاد و خیلی های دیگه هم دادن، افراد اندیویجوال یه نفر، ولی وقتی یک چیزی به عظمت جبهه ملی که با قول آقای رحیم شریفی در اون قبل از اینکه آقای خمینی تو پاریس جا بیفته جبهه ملی و یا قبل از اینکه آقای سنجابی اون سه ماده ای رو برداره امضا کنه، جبهه ملی در نگاه همه مردم، اکثریت مردم، نیروی بدیل بود. جبهه ملی که به قانون اساسی مشروطه پایبند بود و میخواست شاه سلطنت کنه نه حکومت، ولی مرحوم دکتر سنجابی با تلاش های بعضی آدم هایی که امروز خود اونا هم آوارن رفون سه ماده ای رو داد و به جای شرکت در انترناسیونالیسم سوسیالیست ها رفت در لوفل شاتو و دو زانو نشست که آقا او رو ببینه. وقت روز بازگشت اون اهانت رو کرد در فرودگاه، محلی به آقای دکتر سنجابی مهندس بازرگان و میلیون نکرد، به سوی فرودگاه قدیم رفت که حالا فرودگاه حجار شده بود. بعدم فردای اون روز براتون گفتم دکتر سنجابی دیدم تو حیات مدرسه علوی، کلاه پوست بر سرش، میلرزید تو سرما و راش نمیدادن به داخل. بگذاریم، خیلی تلخه. من کمتر الان این روزا وقت دارم، واقعا خیلی دلم میخواد گاهی تلویزیون ها رو ببینم، برای من ارزنده است. خب بیشتر مجبورم تلویزیون های خبری رو ببینم، تلویزیون عربی رو ببینم، انگلیسی، هرچه خبری پیگیر اینا بشم. کمتر فرصت میکنم برنامه ها رو ببینم، ولی اگر هر فرصت کوتاهی پیدا کنم، حتی اگر مشغول نوشتن مطلبی هستم، نگاه میکنم. دیشب برنامه رو دیدم در تلویزیون اندیشه، دوست نازنین و قدیمی و عزیز من و همکارم سهراب اخوان، ما همه فرزندان مهندس قطبی هستیم. خب اخوان که در ایران چندی برنامه داشت، برنامه ساز بود، کارهای مختلف میکرد، گفتگویی داشت میکرد با آقای دکتر دانش. دکتر دانش یک چهره بسیار ارزشمند در عرصه مطبوعات، در مطبوعات آلمان از جمله اشپیگل، انسانی نامداره و سفرهای بسیاری به چهار سوی جهان کرده، مصاحبه های متعددی با رهبران و شخصیت های برجسته. دیشب هم سهراب شماری از این تصاویر رو نشون داد و در رابطه با اونا از دکتر دانش پرسید و او توضیح میداد. آدم از آقای بنی صدر رو، هاشمی رو اول انقلاب میدید، تا هولدن روبرتو رو میدید، تا مندلا رو میدید، تا دیگران، ببرک کارمل رو میدید، جنرال عبدالرشید دوستم، ولی یه جا تصویری رو نشون داد و راجب انسانی صحبت کرد که چقدر خوشحال شدم در میان ایرانی ها اونیز مثل من به این مرد برجسته و محترم، این شهید راه آزادی دکتر نجیب الله احترام میذاره. به اعتقاد من در افغانستان در این دوران معاصر ما شخصیتی مثل او نداشتیم. دکتر نجیب الله سر تا پا عشق به وطنش بود، انسانی آزاده، آزاداندیش. چند روز پیش اتفاقا داشتم میگفتم قبل از اینکه برنامه دکتر دانش رو ببینم، هیچگاه از یه ایرانی نشیدم بیاد راجبه انسان، چون باش آشنا نبودن. حتی دوستان چپی که رفته بودن اونجا از سازمان فداییان یا حزب توده و غیره، راجبه دکتر نجیب الله حرف زیادی نزدن. راجع ببرک کارمل گفتن، راجع به حفیظ الله امین گفتن، ولی نه راجع به نجیب که مرد ملی بود، یه سوسیالیست واقعی و پاکدل بود و در این حال به دنبال اعتلای نام افغانستان
و تحول، ایجاد تحول در این جامعه، نقش زنان رو در سالهای جنگ و بعد از اون دکتر نجیب الله بود که تضمین کرد، آدم خاران طالبان که تکلیفشون معلومه، بعضی از آقایان مجاهدین هم رفتار بدی داشتن. روزی که مجاهدین وارد کابل شدن، شباهنگام شماری از شخصیت‌های افغانستانی به دیدنشون رفتن. خانم دکتر آناهیتا و دخترشون هم آمده بودن. بانویی که در عرصه فرهنگ، دانش، دانشگاه یک نام ویژه است. دم در جلوشون رو گرفتن، گفتن باید چادر سرتون کنید. و خانم دکتر گفت نه، من سرم نمی کنم، و برگشت به اتفاق دخترش و نرفت. آقای مجددی اونجا بودن، مرحوم برهان الدین ربانی بودن، شماره دیگری از رهبران مجاهدین، و ایشون رفت ولی راش نداد. در زمان دکتر نجیب الله اینطور نبود، و چقدر خوشحال شدم دکتر دانش از این مرد بزرگ به راستی به بزرگی یاد کرد، او رو تقدیر کرد. از همینجا از دکتر دانش سپاسگزاری میکنم و بهش میگویم خانواده دکتر نجیب الله، بانوی ایشون که پزشکی حاذق است و فرزندانش در هندوستان هستند، و دخترشون در هند، و دخترشون به خصوص به جستجوی آن است که آنچه از پدر مییابد در یک سایت بگذاره تا مردم برن ببینن، ببینن نجیب که بود، ببینن چگونه داشت با احمد شاه مسعود ترسیم میکرد فردای افغانستان رو، نه به دست گلبدین حکمتیار، نه به دست ملا عمر، و البته نه به دست آقای کارزای. خیلی جالب، آمریکا آقای کارزای رو آورده و حالا ایشون دبه کردن و میرن با جمهوری ولایت فقیه پیمان استراتژیک ببندن. خیلی آدم میشه تأمل میکنه، میگه خدای چه خبره، من با چه داستانهایی روبرو هستم. دیروز مراسم تشییع جنازه نلسون ماندلا هم برگزار شد. خیلی جالب بود، آقای اوباما صحبتهایی کرد که آدم تأمل میکنه روش. از او به عنوان قول جاینت آف هیستوری، قول تاریخ، این معنای مثبت داره، مثل قول نیست که ما میگیم نظر قول، نه، این قول معنای مثبت داره. و گفتن که ماندلا مردی بود که هیچ وقت نخواست اندیشه های خود رو به ملتش تحمیل کنه. آقای اوباما در سخنرانی خود در برابر لیوان چاو معاون رئیس جمهوری چین، راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا برادر فیدل، رابرت موگابه که البته به اعتقاد من اصلا جاش اونجا نبود، یک آدم مستبد خودخواهی که چسبیده به کرسی قدرت، صحبت کرد. موگابه که متهم به سرکوب فعالان مدنی و خواسته های مردم و این همه سال سایه سنگین و ننگین و نکبت خود رو بر مردم زیمبابوه گذاشته. آقای اوباما گفت که نلسون ماندلا به دلیل مبارزاتش، ذکاوت و پایداری و ایمانی که داشت، جایگاهی جاودانه در تاریخ برای خود تثبیت کرد. دشوار است بتوان یک انسان را ستایش کرد، و زمانی دشوارتر خواهد بود که از یک قول تاریخ تجلیل می‌کنی، کسی که ملتی را به سوی عدالت رهنمون شد، کسی که باید کنار گاندی جاشو گذاشت. آقای خمینی حرفاشو شنید. درنگی کوتاهی میکنیم و باز میگردیم، بریم گوش بدیم به هامون. هامون جوانی بود که برای تو یه بار گفتم، آمد من دیدمش، صدای بسیار دلنشینی داره، پر احساس، و شنیدم فرید زولان براش آهنگی ساخته و هامون به دنبال آن بود که ویدیو کلیپی درست بکنه. جوان از وطن آمده بدون امکانات مادی، و چه سخت این همه قابلیت ها رو دلش میخواد عرضه کنه، و سرانجام یه ویدیو کلیپ درست کرد، ترانه ای از آهنگساز فرید زولان، آهنگساز برجسته است، یک افغانی که عاشق ایران و ادبیات و فرهنگ ایران. بریم با هم گوش بدیم، مطمئنم شما هم این ترانه زیبا رو دوست خواهید داشت.
دستت بدم، طاقت نمیارم، نرو بی تو چی میمون ازم، خیلی دوست دارم، نرو 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 نرو، طاقت نمیارم، نرو بی من، نرو بی من، نرو خیلی دوست دارم. که تمام بودنم بسته به بودن تو، دست به دعا نمیبرم، دستم به دامن تو، میترسم از دستت بدم، اگر که میلرز صدا خسته از اونم که بارم تو کنار بیام، نرو 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 نرو، طاقت نمیارم، نرو بی من، نرو بی من، نرو خیلی دوست دارم، نرو من که تو هر شرایطی فقط به تو فکر می کنم، تو سختی و تو راحتی فقط به تو فکر می کنم، وقتایی که حالم بده چشمامو می بندم، فقط تو خودم می ریزم و دستت بدم، طاقت نمیارم، نرو بی تو چی میمونه ازم، خیلی دوست دارم، نرو 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 نرو، طاقت نمیارم، نرو بی من، نرو بی من، نرو خیلی دوست. با درود دوباره خدمت شما، آهنگ بسیار زیبای هامون رو شنیدید. 91 رئیس جمهوری و نخست وزیر و رئیس دولت همراه با هزاران هزار انسان که با چشمان اشکبار آمده بودند با نلسون مندلا ودا کنند، در استادیوم 100 هزار نفری در سوئتو در نزدیکی جوهانسبورگ جمع شده بود. برای ما ایرانی ها ممکنه آفریقای جنوبی زیاد معنا و مفهومی نداشته باشه، مسئله خوب مبارزات است. یه اسم ماندلا برامون ارزش و اعتبار بسیار داره و یکی اینکه که جوهانسبورگ تبیدگاه رضا شاه بود، یعنی انگلیس ها برخلاف قولی که داده بودن که او به آرژانتین میره، کینه خود رو آشکار کردن، او رو به هند بردن نخست و اجازه پیاده شدن ندادن، چون میترسیدن مسلمانان هندی شورش کنن به نفع پادشاه برکنار شده یا استفاده ایران، و بعد او رو بردن به جزیره موریس و بعدم جوهانسبورگ که ماها و سال چند سال سختی رو گذران. در حال این اسم برای ما به یاد مانده و یادم از در رژیم گذشته رفتن خانه رو که ایشون در موریس داشت یا جوهانسبورگ خریدن و تبدیلش به یه موزه کردن. مسافرانی که به اونجا میرفتن میرفتن و از این موزه دیدن میکردن. عجیب روزگار. چه داشتم حرفای دکتر زیبا کلام رو گوش میکردم، بارها من اینجا گفتم، دیروز گفتم، پریروز گفتم،
بسیار به این استاد دانشکده حقوق احترام میذارم. اوائل انقلاب وقتی او در انگلیس درس خونده بود، برگشته بود ایران، چهره انقلابی هم داشت، مثل همه جوانای، مثل همه ماها، همه اون نسل و همه اون انسانهایی که گمان میکردن میشه از انقلاب، اونم انقلابی که رهبرش سید روح الله مصطفوی باشد، میشه به شادمانی و خوشبختی و پیشرفت و برابری و دموکراسی رسید. دکتر زیبا کلام هیچ وقت شعار نداد، هیچ وقت نمید به عنوان یه آدمی که یه دفعه اصلاح طلب بشه خودش رو تیکه پاره کنه. انگار نه انگار که این آقای اصلاح طلب 4 سال پیش وزیر تو سرزن مردم بود دیگه. آدم گاهی اوقات در میان اصلاح طلب ها کسایی رو میدید که برای شگفتی آور بود. خاتمی انسان معتقدی به اصلاح طلبی بود، مطابق همون شیوه و روش خودش. ولی بودن در کنارش کسانی که پرونده های خیلی روشنی نداشتن. معاون وزیر اطلاعات بوده، اونم در دوران سخت گیری ها و اعدام ها. آن یکی می اومد در فلان جا تصدی منصبی بود که همه از دستش به فغان بود. مهم نیست، زیبا کرام همون جوری معتدل به عنوان یه استاد و کارشناس محیط رو میشناخت، میدید حد تحمل رژیم چقدره. درست اون لبه را میرفت، گاهی میرفت اون بر، ولی بلد بود که یه جوری را بره که این صدا تعطیل نشه، این قلم شکسته نشه، ساعت درسش با شاگرداش تعطیل نشه. همیشه یعنی یک، به نظر من یه آدم هوشمند به معنای واقعی کلمه بود و هست، و به همین دلیلم تا امروز مونده و در برابر بازجوی سابق وزارت اطلاعات و مشاور دائمی دستگاه‌های اطلاعاتی سپاه حسین شریعت‌مداری میتونه اونجور مقتدرانه عمل کنه. وقتی در دانشگاه حرف میزنه دانشجوها هوش نمی‌کنن. اون کاری که با حسین شریعت مداری و نظایر او کردن با روح الله حسینیان میکنن. بخش کوتاهی از صحبتاش رو من در آوردم تو اینکه که میتونه عنوان یک دیالوگ که طرف دیگر چندان پرسشگر نیست و زیبا کلام در قالب همون محدودیت هایی که میدونیم حرفاشو میزنه. بعضی از حرفاشو گوش بدید. رضا شاه میندازه. رضا خان اولش که سردار سپه بود، تازه کودتا شده بود و هنوز رضا شاه نشده بود، این تناب و قدرت گرفته بود، میخواست بره بالا. خب این هیچ پایگاه اجتماعی و مردمی و نمیدونم اینا نداشتی، از کسی نمیشناخت، نه اشراف قاجار قبولش داشتن، نه مدرس قبولش داشت، نه نمیدونم اعتدالیون قبولش داشت، نه اجتماعیون، هیچ که اینو قبول نداشتن، کسی اصلا اینو نمیشناخت. یکی از تناوایی رو که این گرفته بود و به عنوان سقوط میخواست ازش بهره برداری بکنه مذهب بود. اون موقع یکی از بزرگترین دسته هایی که محرم تو تهران را میفتد دسته لشکر قزاق بود، دیویژن قزاق بود. همین رضا شاهی که ما میشناسیم مثل شما پیرن مشکی تنش کرده، سینه اوریان، از بس پابرنه گل به سرش مالیده، باورت میشه با بعد با امیر ارجمند و نخجوان و سرش که احمدی و اونام دنبالش. اون وقت دمشون خیلی جالب بود، دمشون خیلی جالب بود. افسرها و اینایی که جلو بودن میگفتن اگر در کربلا قزاق بودی عقبه لشکر، جواب میدادن حسین بیاور تنها نبودی. لشکر قزاق اگه و بعد مثلا تو نگاه میکنی مثلا لشکر قزاق بعدا وقتی قدرت پیدا کنه رحم به صغیر و کبیر نمیکنه. اینی که نه، من نمیدونم چیکار میکردم. امیدوار بودم این افتخار رو، این سعادت رو پیدا میکردم که جزو اون 73 هم میشدم، ولی بعید به نظرم میرسه. شاءالله که خدا آقایت همه ما رو ختم بخیر کنه. بهترین دعایی که بلدی. خیلی جالبه. در بخش دیگری از این میگه که آره من نمیرم اون چیزایی که راجب امام حسین
شهادت نوشتم بخونم، مال امام حسن هم صلحش رو نمیرم بخونم، و من هیچ وقت از مذهب برای به قدرت رسیدن استفاده نکردم. یه اعتقاداتی خودم دارم، میام مشهد، اعتقاداتی که خودم دارم و به اون پایبندم. فکر می‌کنم یه تیکش داریم که بتونیم براتون بذاریم. و این جالبه، یعنی این آدم خودشه. چقدر خوب بود اگر در سرزمین ما آدم‌ها خودشون بودن، تظاهر نمی‌کردن. من نگاه می‌کنم فلان آدم رفته در پیش آقای خامنه‌ای، چه جور تملق میگه، چه جور دست و پا رو میبوسه، بعد همین آدم میاد خارج، در یه جا مثلا نشستیم سوال میکنم، میگه آقا ول کن، بدبختیه دیگه، من باید میمدم، باید میمدم پاکت میگرفتم، مریضم، باید میمدم میرفتم بیمارستان، از کجا میوردم؟ باید این تملقا رو بخونیم تا پوله رو بگیریم. ولی زیبا کلام این کار رو نمی کنه. آرزو میکنم همیشه سلامت باشه، احتیاج به این نوع کمک ها نداشته باشه. ببینیم چی میگی باز. عمل امام حسین شک ندارم، اصلا هم نمیرم یه کتاب راجع به صلح امام حسن بخونم، منم یه کتاب هم نمیرم راجع به جنگ امام حسین بخونم. از نظر خیلی ما آمریکایی هستیم، دوزیم، هیزیم، صهیونیستیم. میگفتن اگر در کربلا قزاق بودی عقبه لشکر، جواب میدادن حسین دیاور تنها نبودی. بعد این وقت میگن اون موقع بود که ما اون اعتقادات رو هیچ وقت وسیله امرار معاش قرار ندادن. دین رو باید با دل رفت، دین رو باید با عشق رفت. حقیقتش رو به خواهرش هست، شما این تیکش دیگه نتونی پخش کنی. دارو موهاش مثلا اینجوریه جلز دیگه، موها رو اینجوری کرده، اون یکی هم دامن فلان جور پوشیده، بعد اینا میرن تو دسته سینه زنی. ببینید تمام اون اصول و پایه های باورهای ما خشکانده شده، از بین رفته. چرا این گریز از مذهب اینقدر مشاهده میشه؟ چرا یه عده زیادی کانورت میکنن میرن مذهب دیگر رو اختیار میکنن؟ حالا یه عده روی بیچاره ها گرفتاری میخوان بیان پناهنده بشن، راه دیگه ندارن، داستانی بلد نیستن ببافن، میرن مسیحی میشن، میرن دین دیگه میپذیرن. و یکشون وقت گفتم براتون، گفتم واقعا تو مسیحی شدی؟ گفت به حضرت عباس، به ناموس زهرا، من مسیحی واقعی شدم. فهمیدم راست میگه دیگه، واقعا مسیحی واقعی شده. بله، کاش امثال زیبا کلام زیادتر داشتیم، ولی متاسفانه امثال حسین شریعت مداری و این تیپا زیاد داریم تو دستگاه حکومتی. آقای خامنه ای با رؤسای سه قوه از اعضای حقوقی شورای انقلاب فرهنگی دیدار کردند. فرمودند که اظهارات غیر مسئولانه در خصوص لزوم آزادی‌های فرهنگی همچون غرب بر ضرورت، ایشون میگن باید بر ضرورت برنامه‌ریزی هدایت و نظارت فرهنگی تأکید شود. میدونید یعنی چی؟ یعنی ما تشخیص میدیم شما چه کتابی بخونید، چه فیلمی ببینید، چه شعری رو بخونید، چه ترجمه‌ای رو بخونید، چه برنامه نمایشی رو تماشا کنید، کدام موسیقی رو بشنوید و ببینید. نظام هدایت شده که در عرصه فرهنگ همونجور دخالت میکنه. ببینید تمام معایب رژیم گذشته رو ما میگیم، خیلی دارم از یاد نبردیم. نبود آزادی سیاسی به اون مفهومی که دنبالش بودیم همه اقرار داریم، ولی یه چیزی بود در حوزه فرهنگی دست ما خیلی باز بود. اولا برای اینکه سانسورچی ها اغلب توده‌ای های سابق بودن و چشم میبستن و خیلی مطالب در میومد، به خصوص مطالب مذهبی. اغلب ماها، حالا من که خیلی جوانتر بودم، ولی بزرگتر از من بهترین کتاب ها، بهترین شعر ها، بهترین قصه ها، بهترین نوشته هاشون در همون زمان ها منتشر شد. زندیاد احمد اعطا، ملقب به احمد محمود، همسایه ها رو اون زمان منتشر کرد. بسیاری از کتاب های دولت آبادی آن زمان در اومد. هوشنگ گلشیری 16 احتجاب رو اون زمان منتشر کرد. احمد شاملو، الف بامداد،
زیباترین شعرها، حتی شعرهای سیاسی شو اون زمان گفت. سیاوش کسرایی آرش کمانگی رو همون زمان گفت و هر کدوم رو در عرصه‌ای که نگاه بکنیم، یعنی در عرصه فرهنگی دست ما خیلی بازتر از امروز بود و امروز ایراد به چیزهایی میگیرن که آدم پشتش میلرزه، پشتش میلرزه. تو در قداست آقا و امام، امام خمینی شک کرد، هر چی بگوی آقا پیامبر اسلام میگه انا بشرون مثل کن. چطور اون وقت ما 1400 سال بعد برای یه آقای میان مقام الهی قائل میشیم؟ چطور؟ بی پاسخ میماند. آقا میفرمایند روز شنبه دیروز ایشون در دیدار با این آقایون که آقای لاریجانی البته عمامه نداشت، بقیه داشتن، گفتند که سپردن مسائل فرهنگی به مردم نافی وظیفه نظارتی و هدایتی دولت نیست. حضور حکومت و دولت در عرصه فرهنگ نیز به معنای سلب حضور دائمی مردم نمی باشد. مگه مرحوم گوبلز چیکار میکرد؟ اونم در عرصه فرهنگ و در عرصه خبررسانی حق بازی میکرد، دروغ به مردم تحویل میداد. احمد سعید در صوت العرب همین کار رو میکرد. بارها براتون گفتم وقتی اسرائیلی ها در هفت صبح 6 ژوئن همه فرودگاه مصر رو زدن، جالب این بود مصری ها برای مقابله با چنین حمله ای تعداد زیادی ماکت هواپیما ساخته بودن، ماکت هواپیمای میک روسی، و اینا رو گذاشته بودن و هواپیماهای اصلی لابلای اینا بود یا در آشیانه بود. اسرائیلی ها ماکت ها رو نزدن، تمام هواپیمای اصلی رو زدن. معلوم بود که چقدر اطلاع دارن و از مسائل داخل مصر با خبر. همین چندی قبل بود که اشرف قربال داماد جمال عبدالناصر و مشاور بسیار نزدیک سادات در لندن به طرز مرموزی کشته شد، از بالای بالکن افتاد. خیلی جالب بود. چند قبل از اونم سعاد حسنی که از هنرپیشه‌های زن معروف مصر از بالکن پرت شد پایین، خودکشی کرد. هیچ وقت معلوم نشد خودکشی بود، هلش دادن. ولی در مورد اشرف قربال خیلی هنوز سوء زن هست، چون اون زمان داشت کتابشو در می آورد و بعد معلوم شد که او جاسوس اسرائیل بوده، منتها صحبت از اینکه جاسوس دو جانبه بوده، یعنی مصری ها سادات میدونسته جاسوسه ولی ازش خواسته بوده ادامه بده و اطلاعات غلط به اسرائیلیا بده، از جمله ساعت و زمان و روز حمله مصری ها به اسرائیلی ها و عبور از خط بارلیو در صحرای سینا بارلیو، و اینو اطلاعات غلط داده. بعدن مصری ها یه سریال درست کردن بسیار زیبا، رأفت الحجان، که اونم نشون میداد یه آدمی رو، آدم شروری رو میگرفتن تربیت میکردن میفرستن اسرائیل، میرفت آژانس هوایی باز میکرد و با مقامات اسرائیلی دوست میشد. خیلی داستان عجیبی بود. در هر حال اینو میخوام بگم که اهمیت داره، آقای احمد سعید روزی که هواپیمای مصر همه نابود شده بود با اون لحن حماسی، هر جمله ای هم میگفت یک سرود حماسی از ام کلثوم، عبدالحلیم حافظ، عبدالوهاب پخش میشد، مثل اون وطنی وطنی وطن الاکبر، یا اصبح عند الان بندقیه، حالا من یک تفنگ دارم، شعر نزار قبانی و ام کلثوم که میخوند. الان هواپیمای اسرائیل رو داریم مثل کلاغ میریزیم پایین، هواپیمای ما تل‌آویو با خاک یکسان کردن. بعد اون احمد شقیری که اون وقت هنوز عرفات تو صحنه نبود، رهبر سازمان آزادی بخش فلسطین بود و نوکر مصری ها، به عبدالناصر تلگراف میزد قربانت کردم، علاقه مندید صبحانه رو در کجا میل بکنید، در حیفا یا در یافا؟ شش روز مردم رو اینجوری چرخوندن و بعد مردم بی بی سی رو میشیندن جاهای دیگه اینجور به سر مردم کردن که آقا جان شما دارید خبر از دشمن میگیرید، دشمن دارید دروغ میگه برای اینکه روحیه ارتش شما رو بین ببره. آقای محمد سعید سخاف وزیر اطلاعات صدام، همونجایی که آقای علی جنتی نشسته، تا
تانک‌های آمریکایی اون ور رودخونه دجله داشتن رد می‌شدن، این ور ایستاده بود به خبرنگاران خارجی میگفت همه این آشغالا رو له و لورده کردیم، یه دونه آمریکایی زنده نموده، خوردشون کردیم اینا. ولی حقیقت پیدا شد. در مورد دکتر معتمد نجات میگفتم، اولین حرفی که همون فردای شش ژوئن عنوان کرد همین بود، چندی بعد از اون جنگ و اون حالتی که بر ما رفته بود، زمانی میرسد که وسائلی خواهد اومد که شما ثانیه به ثانیه میتونید در دورترین نقاط جهان رویدادها رو دنبال کنید. و امروز فکر میکنه آقای خامنه‌ای اگر دستور داد به شورای انقلاب فرهنگی که شما کنترل بذارید، جلوی انتشار حقیقت رو بگیرید، مردم به چه حقی میخوان مطبوعات آزاد داشته باشن و آزادی بیان؟ تصور میکنید شو مردم نمیتونن ببینن، فکر میکنن که حالا حتما مثل گذشته. بله خب در گذشتم خبر جنایت که حاکم وقت اموی کرد در کربلا، تو وقتی دو سال بعد رسید مثلا به بلخ یا بخارا، حالا نه، حالا الان سریع مثل برق این اتفاق افتاده که مردم از همه چیز جهان با خبر. یه نگاهی بکنم به رویدادهای منطقه چون بسیار با اهمیت. یکی سوریه است. سوریه امروز صحبت از این بود که نیروهای نظامی دولتی در گوشه ای از ریف دمشق، همون جایی که حاشیه دمشق است، وارد یکی دو شهرک شدن، ولی در مقابل یا در همس پیشروی‌های زیادی داشتن و صحبت از اینه که بله اینا رفتن جلو و تونستن چند نقطه رو بگیرن. اما همزمان شما یک خبر دیگری هم میشنوید، خبر میشنوید که نیروهای اپوزیسیون، ارتش آزاد، اونا هم تونستن در منطقه خیلی جلو برن و پیشرفت‌های زیادی داشته باشن. در حال به نظر من جنگ سوریه نتیجه رویارویی دو حریف در صحنه جنگ درست نمیشه و سرانجام بالاخره به نظر من مسئله باید از طریق سیاسی حل بشه. منتها تا زمانی که بشار اسد تصور بکنه که غرب هیچ کاری نمیتونه بکنه و این روس‌ها هستن که دست بالا دارن، این کشتار و جنگ ادامه خواهد داشت. دیدیم یه فرمانده دیگه، آقای علی بزی، از فرماندهان حزب الله هم کشته شده بود که همینجوری جنازه ها رو دارن میارن به لبنان، ولی در ایران پنهان میکنن مگه اینکه اتفاقی خبرش بیاد. نگاهی به صحنه های جنگ بکنید، در کدام جنگ داخلی به قصد نابودی میزنن؟ ببینید شهرها رو چجوری میکوبن. این آقای علی بزیه که از رهبران نظامی حزب الله بود، از نزدیکان عماد مقنیه و بسیار هم مرتبط با خود آقای حسن نصرالله. حالا اینا میگن تروریستای تکفیری این مجاهد رو شهید کرد، ولی از اون ور مردم سوریه از جنایات اینا میگن. چند روز قبل براتون گفتم یک گروهی که عراقی هستن، شیعن، عنوان هنگ ذوالفقار رو دارن. اینا از نیروهای داوطلبن که با همون گروه اصائب اهل الحق، حزب الله عراق، رفتن سوریه به این بهانه که از مزار حضرت زینب دیدن کنن. دیروز یکی از دیشب رهبران اپوزیسیون سوریه در تلویزیون العربیه میداشت میگفت 1400 سال هیچ کسی به مزار حضرت زینب تعرضی نکرد. اهل سنت بیش از برادران شیعه به این حرم و عطا مقدس احترام میذارن، برای که این افراد رو از اهل بیت میدونن، نواده پیامبر اسلام اونجا دفنه، پس کسی نمیده اونجا تعرضی بکنه. گو اینکه یه زینبی هم در قاهره داریم، سید زینب در سوریه، در شام هست، در اونجا در قاهره. یکی همین گروهی که ذوالفقار بهتون گفتم شب وارد دیگه خونه شد، اینا طرفداران بشار هستند، وارد خونه شده که گفته می شود پدر خانواده
افسری از افسران ارتش آزاد جلوی مادر، مادر بزرگ و عمو، پنج بچه خانواده رو اینا کشتن. شما فقط تصویر رو میدید خیلی تکون دهنده است، خیلی سخته. تصویر بدتر از اینم بود که من طاقت دیدن و نشان دادنش رو نداشتم. ولی بیان تو خونه بچه های نازنین، بیان بگیرن اینا رو بکشن. نگاه کنید، نگاه کنید. چند تا بچه کشته شدن، اینا که طعمه سلاح شیمیایی شده. دیروز نماینده سعودی ها در مجموعه کشورهای مخالف استفاده از سلاح شیمیایی یه سخنرانی کرد و دنیا رو متهم کرد به نفاق و گفت عجب نفاقی داریم میبینیم. یه رژیمی میاد بچه هاشو با سلاح شیمیایی میکشه و شما نگاه میکنید و هیچ چیز نمیگوید، هیچ خوشحالید از این که این اومد و داد و تموم شد، سلاح شیمیاییشو تحویل داد. جان اونایی که کشته شدن چی؟ اونایی که بیگناه، بچه های کوچک نابود شدن به خاطر بیتوجهی های شما. بله، حضور تنرد بکنم یک چیزی یادم اومد. در زمانی که انقلاب اسلامی در ایران رخ داد و دانشجویان خط امام رفتن و سفارت رو گرفتن، اگه یادتون باشه آمریکایی دست به یه عملیات نظامی زدن که با شکست روبرو شد. و جالب بود در کتابی که میخوندم که فرمانده اون نیروهای ویژه سائقه نوشته بود، یک سرهنگ آمریکایی، اشاره کرده بود که وقتی اونجا اومدیم دوتا افسر ایرانی با ما بودن، به عنوان راهنما اومده بودن، شروع کردن زار زدن، گریه کردن که ما میترسیم گیر بیفتیم. و تو این گیر و دار اون سرهنگ یکی یک کشیده به اینا زده بود که آرومشون بکنه. اینا رو آدم میبینه، بعد فداکاری های بعضی ها رو میبینه که چه کردن، تا پای جان زدن رفتن. و امروز تو سوریه هم شاهده یه نمونه های از این هستیم. افسرانی که توی هتل های ترکیه نشستن حال میکنن، اپوزیسیونی که همجوری از این شهر به اون شهر میره و مردمی که روی خاک سوریه بچه هاشون کشته میشه، شیمیایی میشن، خودشون زجر میبینن و آزار میبینن، اما دست از مقاومت بر نمیدارن و تا سرنگونی بشار اسد جنایتکار به مبارزه خود ادامه میدن. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده تا فردا همه شما عزیزانم را به پروردگار عاشق می سپارم. Thank you.
Thank you.